جمعه 16/2/2018 میلادی. اقدامات ایزایی سپاه پاسداران به مردم روستای آلیکنار بلوچستان و ساخت غیرقانونی پایگاه این نیروی نظامی در روستا و به دنبال آن مسلح کردن اهالی روستا که انتقاد سخت مولوی محمد حسین گرگیج خطیب جمعه اهل سنت آزاد شهر را در خطبه های نماز جمعه هفته نسبت به این اقدامات سپاه به دنبال داشت. خطیب جمعه اهل سنت آزاد شهر در خطبه های نماز جمعه روز 27 بهمن با اشاره به تجمع مردم روستای عالی کنار بخش آشار علیه پایگاه سپاه گفت در کشور هر ارگانی از خود وظایف و جایگاهی دارد. حفاظت شهر و روستاها بر عهده نیروی انتظامی است که این ارگان زیر مجموعه دولت می باشد. ارتش و سپاه از خود جایگاهی دارند و وظایف آنان حفاظت از مرزهای کشور و صیانت در برابر تهاجم بیگانگان می باشد. امام جامعه اهل سنت آزاد شهر با بیان اینکه وظیفه سپاه ساخت پایگاه در مرکز روستاها نیز خاطر نشان ساخت، حفاظت از شهر و روستا بر عهده نیروی انتظامی است. برخی افراد در بلوچستان مردم را مسلح کردند که یکدیگر را نابود کنند و این مسئله بارها باعث اعتراض علما و اندیشمندان شد. مولانا گرگیج در ادامه افسود در روستای عالی کنار و چندین روستای دیگر از بخش آشار مردم با تجمع مقابل بخشداری نسبت به مزاحمت‌های پایگاه سپاه برای نوامیسشان اعتراض کردند و خواستار جمع‌آوری این پایگاه‌ها شدند. مدیر دارالعلوم فاروقیه گالیکش در خاتمه بیاناتشان خواستار جمع‌آوری پایگاه‌های سپاه از مرکز روستاها شدند و ابراز داشتند تجمع و خواسته مردم در این خصوص به حق است که باید شنیده شود. اگر صدای مردم را نشنوید در آینده تبعات منفی در پی خواهد داشت. از وزارت کشور و بخشدار آشار خواهانیم که این پایگاه‌ها را جمع‌آوری کنند و حفاظت روستاها را در اختیار نیروهای انتظامی قرار دهند. شنبه 17/2/2018 میلادی. بازداشت 4 شهروند بلوچ اهل چابهار به نام‌های اختر نعمتی، نعیم نعمتی، عمران جماعت و رشید بلوچ توسط ماموران امنیتی به خاطر اینکه به شکل مسالمت‌آمیز در مخالفت با طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان تجمع کرده و پلاکارد‌هایی را در حمایت از نمایندگان بلوچ مخالف این طرح حمل نمودند. 4 شهروند بلوچ به نام‌های اختر نعمتی، نعیم نعمتی، عمران جماعت و رشید بلوچ روز جمعه 27 بهمن توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. این جوانان بعد از نماز جمعه با برافراشتن پلاکارد‌هایی با مضامین زنده باد ایران، زنده باد بلوچستان و نه به طرح تقسیم بلوچستان، مخالفت خود با طرح احتمالی تقسیم استان و حمایت از نمایندگان بلوچ مخالف تقسیم را بیان نمودند. برادر یکی از بازداشت شدگان ابراز نموده که ماموران به دستگیر شدگان گفتند شما پلاکارت ها را از کجا آورده اید؟ حتما کسی برای شما تهیه کرده و دارد شما را ساپورت می کند. آنها هم گفتند ما خودجوش این کار را کردیم برای دفاع از بلوچستان و عدم تقسیم استان. به همچنین افسود موضوع در حال پیگیری است و امیدواریم که آنها به زودی آزاد شوند. گفتنی است اخیراً دو نماینده استان مجدداً طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان را در مجلس مطرح کردند که این موضوع مخالفت اهالی بلوچ که تقسیم استان را از بین رفتن هویت مردم بلوچ و اهداف شخصی تندروها می‌دانند در پی داشته است. یک شنبه 18/2/2018 میلادی. ترور مولوی عبدالوهاب میرانزهی مدیر حوزه علمیه اهل سنت کلیری کاروان از توابع زرآباد چابهار و برادرزادهش محمد صالح میرانزهی توسط یک بسیجی محلی و با اسلحه‌ای که سپاه پاسداران در اختیارش قرار داده بود. روز شنبه 29 بهمن ماه یک بسیجی محلی در چابهار به خاطر اختلافات خانوادگی با اسلحه سپاه مولوی عبدالوهاب میرانزهی فرزند میردل مدیر حوزه علمیه اهل سنت کلیری کاروان از توابع زرآباد و برادرزادهش محمد صالح میرانزهی را ترور کرد. بسیجی مورد نظر به نام یحیی در وسط شهر و جلوی دفتر امام جمعه موقت اهل سنت چابهار اقدام به تیراندازی و سوء قصد به این دو روحانی را کرده است. تیر به شکم و پای نامبردگان اصابت کرده و به بخش فوریت‌های پزشکی بیمارستان امام علی چابهار منتقل شدند. شایان ذکر است روز چهارشنبه 18 بهمن نیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی
قصد ترور مولوی عبدالحمید را داشتند که این ترور با هوشیاری وی و نزدیکانش ناکام ماند و اگرچه این موضوع به اطلاع نهادهای امنیتی رسید و این نهادها در ظاهر عنوان کردند که این موضوع را پیگیری خواهند کرد، اما تا کنون هیچ گونه اقدامی برای کشف این ترور نافرجام انجام نشده است. دوشنبه 19/2/2018 میلادی. بازداشت بیدلیل جمال الدین عادی‌زاده و عبدالغفار بندی، دو روحانی اهل سنت ترکمن از اهالی شهرستان کلاله، توسط اداره اطلاعات استان گلستان، حامل منازل و ضبط وسایل شخصیشان به مکان نامعلومی منتقل شدند. بعد از ظهر روز گذشته مورخ 29 بهمن ماه، دو روحانی اهل سنت ترکمن توسط پرسنل وزارت اطلاعات استان گلستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. جمال الدین عادی‌زاده فرزند قربان، ساکن روستای قوجمز از توابع شهرستان کلاله، در محل کار خود بازداشت شده و گفته می شود منزل و محل کار ایشان نیز مورد تفتیش قرار گرفته و وسایل وی از جمله فلش مموری، هارد اکسترنال و کتاب‌های وی توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است. عبدالغفار بندی، دیگر روحانی بازداشت شده، ساکن روستای اورجندی از توابع شهرستان کلاله است. یک منبع نزدیک به خانواده آقای بندی گفت ماموران امنیتی به عبدالغفار هشدار ایست دادند ولی او توجهی نکرد و مردم با مداخله آنی با ماموران امنیتی درگیر شدند. پس از آن ماموران با شلیک تیر هوایی هسته تشکیل شده را به هم زده و عبدالغفار را با ضرب و شتم به مکان نامعلومی منتقل کردند. علی‌رغم پیگیری نزدیکان این دو روحانی، از دلایل و اتهامات وارده برای بازداشت این افراد هیچ اطلاعی حاصل نشده و تنها به خانواده و نزدیکانشان گفته شده برای پیگیری وضعیت حقوقیشان به دادگاه ویژه روحانیت شهرستان گرگان مراجعه کنند. سه‌شنبه 20/2/2018 میلادی. به گروگان گرفته شدن 10 نفر از اعضای خانواده دو شهروند اهوازی که مذهب خود را از تشیع به تسنن تغییر دادند، به نامهای رضا شهیتات و سعید سیمسار، توسط نیروهای امنیتی که آزادی این 10 گروگان را به تسلیم شدن این دو شهروند اهوازی منوط کردند. نیروهای امنیتی روز 12 فوریه 2018 به دلیل تغییر مذهب شهروندان اهوازی هدایت شده به نام رضا شهیتات و سعید سیمسار اقدام به دستگیری جمعی از خانواده‌هایشان نمودند. پدر رضا شهیتات و همچنین همسر و فرزندان عموی او به نام عبدالامیر شهیتات در منطقه مرزی شلمچه بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شدند و یک روز پس از آن نیز اعضای خانواده سعید سیمسار در فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران دستگیر شدند. نیروهای امنیتی ایران به دستگیری همسران و فرزندان این دو شهروند اهوازی اکتفا نکرده و در روز 15 فوریه 2018 به منزل برادر آنها نیز یورش برده و برادرشان را نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. دلیل این بازداشت ها تغییر مذهب رضا شهیتات فرزند قاسم است که از تشیع به تسنن تغییر مذهب داده و به همین دلیل تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفته و ایران خواستار تسلیم شدن او و یا فاش شدن محل اختفایش توسط اعضای خانواده اش شده است. قاسم شهیتات، برادر بزرگتر عبدالامیر سیمسار که 55 سال سن دارد، نیز به دلیل تغییر مذهب پسرش رضا شهیتات دستگیر شده و اطلاعی از وضعیت فعلی او در دست نیست. چهارشنبه 21/2/2018 میلادی. نصب بنرها و پلاکاردهای توهین‌آمیز به مقدسات اهل سنت در خاش سیستان و بلوچستان که اعتراض دست جمعی علمای برجسته این شهرستان به فرماندار آن را به عنوان رئیس شورای تأمین این شهرستان به دنبال داشت. جمعی از علمای برجسته اهل سنت شهرستان خاش روز 30 بهمن با حضور در فرمانداری این شهرستان مراتب اعتراض خود و جامعه اهل سنت را نسبت به نصب بنرها و پلاکاردهای توهین‌آمیز نسبت به مقدسات اهل سنت در سطح شهر اعلام کردند. در این جلسه که مولوی محمد گل، مدیر مدرسه دینی مخزن العلوم، مولوی محمد عثمان، مدیر حوزه مدینه العلوم و شماری از علما، مدیران
و اساتید مدارس دینی اهل سنت خاش حضور داشتند، از فرماندار خاش به عنوان رئیس شورای تامین شهرستان خواسته شد برای جلوگیری از بروز ناامنی و مشکلات احتمالی دستور جمع‌آوری پلاکاردها و بنرهای مذکور را بدهد. گفتنی است محمد اکبر چاکرزهی، فرماندار خاش، نیز در این دیدار با استناد به قوانین کشور مبنی بر حرمت نهادن به نمادهای اهل سنت و تقبیح اهانت به مقدسات مذاهب، ضمن دادن وعده انعکاس دغدغه‌های علما به مقامات، از علما خواست مردم را به حفظ آرامش توصیه کنند.